هنوز تنها 10% مردم حساب بانکی دارند. هرچند نظام بانکی افغانستان مسیر دشوار را پیموده، ولی هیچگاه متوقف نبوده و در نزدیک به 2 دهه گذشته 18 بانک در این کشور ظهور کردند. نصیر بزاد خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل در این گزارش که باز پخش می شود نگاهی انداخته به تاریخچه بانکداری در افغانستان. در وقتی که ما آمدیم صندوقچه‌ای پس‌انداز بود که آینی بودند. عادله یکی از سابقه‌ترین کارمندان بانک در افغانستان است. 35 سال عمرش را در بانکداری گذرانده. او به یاد می آورد بانکداری آن زمان سنتی و با قلم و کاغذ انجام می شد. مفکوری بانکداری در افغانستان از توسعه یک شرکت سهامی منشا گرفت، شرکتی که توسط مجید خان زابلی یک بازرگان افغان بنا نهاده شد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد بانک ملی در سال 1312 در زمان پادشاهی محمد ظاهر برای ارائه خدمات بانکی ایجاد شد. سرمایه اولیه بانک ملی حدود 9.6 میلیون افغانی بود. این بانک در داخل و خارج از کشور دارایی دارد. بانک ملی با سهم مردم و دولت ایجاد شده. تأسیس بانک ملی رشد منظم داشت. عبدالعزیز بابکرخیل رئیس بانک ملی میگوید بانکداری تا قبل از آغاز جنگ های داخلی در حال رشد بود و بانک ملی در جنگ های داخلی یک بار تاران شد و بار دیگر به آتش کشیده شد. نقششان بسیار بارز بود. سرمایه های مردی مردم ها گرفت و یک سرمایه فعال تبدیل کردید. سرمایه گذاری هم وجود آمد و تاسیس کارخانه ها بود. بعد از اون تاسیس افغانستان بانک در 1316 صورت گرفت و تاسیس پشتنی بانک در 1333 شد. تاسیس بانک توسعه زراعتی بوده و بانک توسعه صادرات بوده. 6 سال بعد از ایجاد بانک ملی در سال 1318 بانک مرکزی افغانستان یاد افغانستان بانک ایجاد شد. اولین بانک نود یک روپی کابلی قبل از ایجاد بانک در زمان پادشاهی امیر امان الله خان ظرف بر نشر شد. بلار روی کار آمدن دی افغانستان بانک، بانک نود توسط بانک ملی به چاپ برسید. بانک مرکزی از آغاز تا کنون مسئولیت سیاست گذاری پولی، نظارت بر بانک ها، چاپ بانک نود، نظارت از گردش پول و خدمات جمع‌آوری عواید دولت را به عهده دارد. نیاز زیاد برای بانک‌های افغانستان بوده، اما بانک‌های ما از بانک‌های منطقه حتی قطع ارتباط شده. خان عبدالله دوال در 2 دهه جدید در نظام بانکداری که نقش عمده داشته میگوید در گذشته بر علاوه بانک مرکزی، بانک‌های اختصاصی مانند بانک رهنی، بانک توسعه صادرات، بانک انکشاف زراعتی و پشتنه بانک فعال بودند. یکی از